سلام سلام، خوش اومدین به کانال من. امروز با هم خورش قیمه درست میکنیم با یه روش خیلی ساده و خیلی خوشمزه. با من همراه باشید. خب اول روغن میریزیم کف قابلمه، بعد پیاز و گوشت رو بهش اضافه میکنیم. بهتره اول پیاز رو اضافه کنید بعد گوشت رو. من اینجا فراموش کردم، اول گوشت رو ریختم بعد پیاز. خب گوشت و پیاز رو با هم دیگه تفت میدیم. و گوشت و پیاز وقتی با هم دیگه تفت خود ادویه بهش اضافه میکنین. زردچوبه، فلفل قرمز، فلفل سیاه و من هل استفاده میکنم. هل خیلی خورشت قیمه رو خوشمزه میکنه. میتونین حذفش کنین اما اگه بریزین خیلی خوشمزه میشه. بعد که ادویه ها هم تفت خورد، تقریبا 2 الی 3 قاشق رو به گوجه استفاده میکنین. بستگی به رو به گوجهتون داره که چه مارکی باشه و چقدر نیاز باشه و چقدر رنگ داشته باشه. من 2 قاشق غذاخوری استفاده میکنم، کافیه. روب رو هم تفت میدیم با گوشت و پیازمون. و بعد لپمون رو اضافه میکنیم. من لپه رو قبلا خیس کردم چند ساعت، بعد بهش اضافه میکنم که یه تفت میدم. بعد تقریبا 2 لیوان بهش آب اضافه میکنم، آب جوشیده، و بعد اجازه میدم بپزه. بهتر که حتما آبتون جوشیده باشه و زیاد هم آب نریزین چون خورشتتون آبکی میشه. بعد بهش 2 تا لیمو عمانی اضافه میکنم و در قابلمه رو میذارم، اجازه میدم اینا با هم دیگه بپزن. خب بعد که گوشتمون پخت نمک بهش اضافه میکنم. بهتره همیشه بعد از پختن گوشت نمک اضافه کنین. و اجازه میدم بازم بپزه. خب چند دقیقه آخر بهش من 2-3 قاشق زعفرون اضافه میکنم، خیلی خوشمزه ترش میکنه. و در نهایت بعد از 10 الی 20 دقیقه که زعفرون اضافه کردیم، خورشتمون آماده است. میتونید نوش جان کنید. من کنار این خورشت سیب زمینی های چیپس خلالی هم گذاشتم. امیدوارم که دوست داشته باشین و درست کنید و لذت ببرید.